ده تا از ویلنای خفن بتمن که بتمن تو کمیکونا رو شکست داده، یه لیست خیلی بمب و ترسناک واسهتون آماده کردم تو این ویدیو و قراره بهش بپردازیم. چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه رفقا. من نیکان هستم و اینجا چنل ام دیو. خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. گایز همونجوری که آقا تایتل دیگه مشخصه، استودیو آقا کمیتی هم دیگه آقا ما رسما ترکودیم، گفتیم آقا یه سری کمیکا رو میگیم بهتون معرفی کنیم که بتمن یه سری ویلن‌ها و ابر قهرمان خیلی خفن آقا کلا شکست داده. بوم، ویدیو خیلی خفنیه. آقا پس آخر ویدیو همراهم باش دیگه. فقط قبل اینکه ویدیو رو بچه‌ها استارت کنید ممنون میشم اون دکمه زنگوله بغل رو بزنید، سابسکرایب فراموش نشه، لایک و کامنت این چیزا هم دیگه یادتون نره دیگه. بریم سراغ ویدیو. خب آقا یه دونه من لیست اینجا دارم میگم آماده کردم با اسم کمیک و اینا که میخوام بهتون بگم آقا کیا رو شکست داده و داستان چه قراره. خب آقا میریم واسه نفر اول، یعنی ویلن شماره یک بتمن. کسی نیست بچه جز جوکر. جوکر دیگه آقا همتون دیگه میشناسید، کسی نیست جوکر رو دیگه اینجا نشناسه. یکی از کمیکایی که بچه‌ها میخوام معرفی کنم و خب تو اصلا سری جلدی مثلا کمیک مثلا جلد مثلا 5 خود بتمن یا مثلا بتمن ریترنز، بتمن جوکر اینا، یا خود بتمن اند گیم که الان اینجا دارم براتون میکنم، یکی از فایت‌های خفن بتمن و جوکر. که آقا جوکر مثل همیشه یه سری پرمه چیده واسه فاسد کردن شهر کلن فاسد شده، یه سری باند و اکیپ و ترکا جنکه و سلاح های خب جوکر هم بیشتر از قبل شده و داره با بتمن فایت میاد. بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم، خودتون برید آنهاشو بخونید و فقط من دارم تو این ویدیو معرفی میکنم که خیلی اصلا کمیک بمب خفنه. اسمش هم یه بار دیگه بتونید بچه بتمن اندگیم که با جوکر فایت داره. اینجا نفر بعدی که آقا فیلمش هم به تازگی اومد ما پارسال دیدیم کسی نیست جز بچه‌ها ریدلر. ریدلر یکی از ویلنای توپ و خیلی حماسی بتمنه. از کمیکایی که بچه‌ها میتونم که ریدلر توش حضور داشته بهش اشاره کنم، بتمن زیرو دی یا سری کمیکای خود ریدلر که بتمن اکثرا تو سری کمیکای ریدلر حضور داشته. و اینم میگم بچه‌ها خود ریدلر هم بچه‌ها بتمن شکست داده. ریدلر ویلن واقعا خفنیه و واقعا همیشه نقشه پلیدانو اصلا کلا شرورانه میکشه و کلا بتمن واقعا یه سری موقع جلوش کم میاره. اما مثلا کمیکایی که مثلا میشینیم بگیم بتمن اونش اصلا اینا بودن، جوکرز اسایلم دو هم بچه‌ها هستش که کلا مثلا بتمن میگه لطو پار میکنه، یه فایت رو در روی فایت کمبت تو کمبت نزدیک در نزدیک، اصلا یه چیز کلا عجیب و غریب و خیلی بمب و شاهکار. بچه‌ها بتمن دارک ساید هم شکست داده. ببینید این بشر آقا چقدر شاهکار داره تو کمیک. باز بچه‌ها این 8 نفره بچه‌ها من آوردم تو این لیست بهتون گفتم دیگه، بیشتر از این 8 9 نفر اومدم من بهتون گفتم. الان من بخواستم دیگه بگم از بعد هزاران تا مثلا یه برقا مثلا 10 تا 100 تا برقا چرا اینقدر میشن از دونه دونه افتاد دیگه بتمن شکست داده. واقعا اصلا این بچه این بشر عجوبه است اصلا. دارک ساید شکست داده بچه‌ها تو سری کمیکای فاینال کرایسیس. حتما آقا پیشنهاد میدم بچه های دی سی فن حتما این سری کومیک های فاینل کریسیس بخونی، شاهکار اصلا این سری کومیک ها. به جز آقا اینکه بتمن دارک ساید شکست داره، آقا نمیدونید کیا تو این حضور دارن اصلا. اگه بخونید میگید what the fuck دی سی خداست اصلا. کلا من حالا عقیده اینه واقعا دی سی اصلا کومیک هایی که کلا میشه ترک کرده و تا الان به جلو برده یه ذره واقعا نظر من قشنگ تر از مارول بوده تا اینجاشون. خیلی حماسی میسازه مثلا دقیقا این سریال های اروورسش اصلا واقعا فوق العاده است که آقا اینجا بتمن با تکنولوژی که داره و با پلنی که میچینه دارکساید اینجا شکست میده. تا اینجا بهتون میگم چون آقا بیشتر بگم اسپویل میشه و اصلا بگم بیام یه ویدیو جدا اصلا بسازم که آقا بگم فایت این با این چیز اصلا یه ویدیو جداگانه میخواد مثلا من بیام مثلا تحلیل بررسی آقا شکست داده مثلا جوکر مثلا بگم یه ویدیو 10 دقیقه بزنم نمیشه که میشه بهتون دونه دونه شما بهتون کار بفهم. پس یه بار دیگه میگم اون که فاینال کرایسیس. نفر بعدی بچه ها بتمن بینم شکست داده دیگه، بینو میشه یه ابر غول دیگه اصلا انگار حال که ورژن 2 دیگه مثلا کلا خیلی خفنه. تو سری کمیک های دتکتیو کامیکس شماره 701 اگه شما نکنم سری کمیکای 701 بین رو شکست داده. هزاران بار بتمن بچه از بین شکست خورده میخوره، از بین انقدر شکست خورده شده به تا بالاخره میزنه. یه فایده البته خیلی بگم خیلی قشنگ هم تو این تو دارن که دقیقا همین که گفتن دتکتیو کامیکس 701. آره این بود از این واسه بچه ها آدم خفن بعدیمون.
گفتم هم اول قهرمان داریم هم ویلن داریم. سوپرمن، سوپرمن بچه ها دیگه یکی از فایت های پی در پی کلن توی کومیکای دی سی که بتمن سوپرمن حتما بعد به ما یه بار یه فایتی بدن دیگه اصلا توی کومیکای دی سی. حتی میگم تو قدیمیاش اینجور بوده، الان دیگه خبری از این فایت ها نداریم. آقا از کومیکایی که بچه ها میتونم بهش اشاره کنم The Dark Knight Returns یا بتمن هاشه یا جاستیس لیگ 2011 جلد دوش بچه که با سوپرمن فایده و شکسته شد. خیلی بچه کومیکای دیگه اگه شما نکنم بتمن تا الان پنج یا هفت بار دقیقا سوپرمن رو بچه شکست داده. واقعش الباقیش هم نمیدونم، بیشتر هم شکست بکنم داده باشه ولی فکرم با کریپتونایت بوده بقیهش. اینایی که دارم میگم بچه بدون کریپتونایت رو داستانه خاص خودشه، اینایی که دارم بهتون میگم و واقعا داستانش خب میگه چیجوری دیگه، همیشه هم سر جنگ و دعوام بوده، اینکه یا سوپرمن کنترل شده بوده یا خودش فکر پریدانه ای داشته یا آقا میخواسته نقشه یه جور دیگه بشه، بتمن مخالفت میکنه چون بتمن راه درست سر میرفته در واقع، یا واقعا سر مادرش بحث شده بود که فایت داده بودن بتمن داشت میورد سوپرمنو که آقا مادرش جلوگیری شد که آقا سوپرمن از بین نبره چون واقعا آقا توانایی نش دیگه، بتمن دیگه اصلا سوپرمنو کلا دیگه با کریپتونیت با هزار تا داستان دیگه کلا بگیره فوت کنه و زندانی کنه از بین ببرتش دیگه. اینم بود از سوپرمن. آقا بتمن ورسس راسل بودی که از کومیکا که تازگی اومده 2019 تا 2022 هم بود فکرم سری کومیکاشی نمیدونم یه 2019 یه 2022 بگیم یکی از این دوتا بود کومیک بتمن ورسس راسل بود. آه راسل بود دیگه ما باش آشنایت پیدا کردیم اصلا تو خود اولین فیلم بتمن که با بازیگر کریستین بیل آقا انجام شد. کلن این سه تا سگانه ای که شاهکاری که با ما از کریستوفر نولان دیدیم از بتمن سانسو سه تا ویلین خفن آقا به ما معرفی کردن، دیدیم چقدر خفن بود. الان هم داستان اینجوریه که آقا ما اینجا واسه اون بتمن ورس راسالغول داریم. بتمن ورس راسالغول آف راسالغول تو کومیک خیلی اوفیه، یعنی واقعا قویه، یعنی پدر آدم در یه تو بکشه فرش میدید دیگه دفسترون جون داد تا مثلا بزنتش اینا. از اون طرف هم اصلا این داستانه خواسته خودشو داره، بتمن به سختی تونسته حتی بچه تو این تو راز الغول شکست بده و دهنه سرویس شده، خیلی داستان داره اصلا فوق العاده اصلا عجوب است دیگه بهتون میگم. بعدی بچه ها ریورس فلاش خیلی تاثیرگذار بود. خب آقا ریورس فلاش هم گرفته این بچه شکست داده دیگه چی بگم. ریورس فلاش کومیکش بتمن دقیقا سری کومیکای بتمن جلد 3 شماره 21 ریورس فلش رو شکست داد. حالا این یکی چون کوتاه بهتون میگم ریورس فلش که کلا هیچکی نمیتونه کلا فلش رو واقعا کلا نمیتونه شکست بدن چون واقعا بتمن اصلا هیچ جوری به ریورس فلش نمیخوره، به فلش هم حتی نمیخوره، با سرعت و قدرتی که ابیلیتی که داره خب نمیتونه واقعا با هر چقدر تجهیزات شکست بده. حالا اینجا خنده داره که گرفته بود آقا با بترنگی که داشت انداخت زیر پاش جوری تنظیم کرده بود که از سرعت فلش هم حتی سریع‌تر باشه، در این حد سوپر انداخت زیر پاش اون افتاد ریورس فلش و افتاد روش با مشت و اینه کارش رو تموم کرد. یه چیز واقعا خنده‌دار آدم نمیدونه چی بگه، بتمن اصلا خیلی خنده‌دار. یه بار آقا بریم برامتر دارک سایدم بچه حتی دستگیر کردم با پلیس زنگ زده بود بتمن پلیس اومده دارک سایدم دستگیر کرده. اصلا این منطقی نیست، واقعا اصلا منطقی نیست، آره اصلا هیچیش منطقی نیست این کومیک. دقیقا نفر بعدی آقا پنگوانه، پنگوان که پنگوان آره ما اینجوری بهش میگیم باز بازیش هم که کرده دیگه، به بتمن آرکام نایت با پنگوان هم بچه‌ها فایت میدن، بتمن آرکام اسایلم هم بچه‌ها هستش. اما خب بخوام کمیکش رو بگم تو سری کمیکای بتمن ریترنز دقیقاً بتمن ریترنز چیزی یک دو همین چیزا حدودا بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم با پنگوان آقا میگیره درگیر میشه سر چیز خیلی 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 مسخره. اولش که کین است، دومش میشه به باند تبهکار و مواد فروشی، پنگوان اکیپ جمع میکنه و بتمن نقشه‌شو میخونه و آقا میره خدا سایت فایت اینا. آقا بریم واسه نفر آخر این لیستمون که خیلی خیلی سری کومیکاش معروفه، همه هم عاشق کارتونشید و بوم البته همه هم قبلی هم خیلی دوست داشتید بگن از ریدلرش گرفته تا جکورش اینا فوقالا شاهکاره. اما بخوام بگم محفل جغت ها یکی از خفنترین و خفنترین سری کومیکا رو داشته و کارتون ها. یه چیزی اصلا به شدت خوب و خفن بوده که آقا اینا یه گروهی هن اگه نمیشناسی محفل جغت ها آ کلاً بالاتر از بتمنن. چجوری بالاترن؟ یه جور میشه گفت این جوکر، حالا میتونم مالا مثلا یه نیوسر یه چیزی هم میگم بگم بالاتر از جوکر. آقا کلاً شهر رو به فساد میکشن، به نابودی میکشن، همه جای شهر دسترسی دارن تو گاتام، اصلا انگار گاتام مال ایناست. آ کلاً با باند و سلاحی که داره کلاً یه کاری کردن بتمن آقا هیچ کاری نداره، مثلا به کارتونش هم میخوام یه کمیکاش اشاره کنم. آ یه کاری کردن که بتمن آقا ندونه اصلا چیکار کنه و همیشه هم یه قدم جلوتر از بتمن و بتمن یه پله ازشون عقب‌تر بود.
و خب دیگه ببینید چقدر خفنن این گروه که بتمن آقا به زور تونسته اینا رو شکست بده استوری کومیکا، اونم با هزار تا بدبختی، اونم کی با کمک هایی که بتمن گرفته. من اول جخت اصلا خیلی خفن، اصلا گروه هن اینا، اینا یه گروهی که اصلا مثل ایلومه اصلا رفتی اصلا به این نباش. ولی خب کلی دارم میگم آقا این محفل جخت هم مثل چی بهت بگم، اینگاه اوینجرز در نظر بگیرید، همه جای دنیا آقا یه چیزی داره دیگه، یا مثلا کسای دیگه، اصلا کلن خیلی 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 خفنه. خب گایز رسیدیم به آخر ویدیو، دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه بودید. شما میتونید با لایک و کامنت و سابسکرایب بزرگترین حمایت از ما بکنید و تا ویدیوی بعدی بدرود.